سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خیلی 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 خوب باشه و تنتون سلامت باشه و اینکه از ویدیو قبلی ما خیلی لذت برده باشین. و اما ویدیو امروز ما موضوعش چی میتونه باشه؟ درود بیکران به تمامی دوستانی که مشغول تماشای این ویدیو هستن. سلام حدیث، امیدوارم که خوب باشین. مرسی حدیث جون که از ما دعوت کردی تو ویدیوت باشیم. سلام حدیث جان، ممنون از دعوتت به خاطر این گفتگو. سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مریم هستم، 4 سالی که آلمان زندگی میکنم و از طریق ویزای تحصیلی اومدم. سلام حدیث. سلام دوستان، امیر بابک هستم. سلام، اول از همه خواستم تشکر کنم از حدیث دوست خوبم که این فرصت رو به ما داد تا از تجربیاتمون در مورد مهاجرت به آلمان برای شما بگیم. سلام، منم سیاوش هستم، 6 ساله که آلمانم، اینجا فوق لیسانس فیزیک خوندم، الانم مشغول به کار هستم در آلمان. سلام، مرسی از حدیث عزیزم که از من پرسیده بود که جواب من به مهاجرت آره یا نه و دلایلم. سلام، این موضوع این هفته حدیث خوب خیلی ربط داره به شخصیت و روحی آدم ها. خب سوال این بود که مهاجرت بله یا خیر و هر کدوم چرا؟ راجبه این که مهاجرت به آلمان چرا آره چرا نه. دوستم حدیث ازم خواست که به این سوالا جواب بدم که چرا باید به آلمان مهاجرت کرد، چرا نباید مهاجرت کرد. ببین کلا بحث مهاجرت بحث پیچیده ایه، ما رو اسیر اون کردی حدیث. به نظر من تصمیم خیلی سختیه که آدم بخواد یه کشوری واسه خودش انتخاب بکنه، چون هر کشوری معایب و مزایای خودشو داره، آلمان هم ازش مستثنا نیست. من قبل از اینکه صحبتامو راجع به مهاجرت به آلمان چرا خوب چرا بد شروع بکنم، جا داره که یه توضیح بدم در مورد صحبتی که تو ویدیو قبلی داشتم. من تو ویدیو قبلی گفتم که آلمانیا میتونن بهت نزدیک بشن و میتونی روشون جوری حساب کنی که رو دوستای صمیمیت نمیتونی اونجوری حساب کنی. متاسفانه از هر حرفای من برداشت شده و دوستان صمیمی من در آلمان از دست من مقداری ناراحت هستن. من جا داره که همینجا عرض کنم شفق، مها، رضا، جاوید و سارای عزیز، ممنونم بابت روزا و ساعتهای خوشی که تو آلمان کنار هم دیگه داشتیم و من هیچ موقع شما رو فراموش نمی کنم. امیدوارم که منو ببخشید و من منظور خاصی نداشتم. به نظر من آدم قبل از مهاجرت باید چند تا چیز رو کاملا با خودش روشن بکنه و به نتیجه برسه و حتی مکتوب بکنه که یه زمانی یادش رفت اونا رو بخونه و یادش بیاره. خیلی چیزیه که خیلی بستگی به خود اون نفر داره، متوجه؟ یعنی این که یه چیزی نیستش که مثلا حالا امید اگر بگه به امید بستگی داره، اگر چه میدونم ایکس بگه به ایکس بستگی داره، ایگرگ بگه به ایگرگ بستگی داره. اما یه چیز کلی اینه که ببین، ما اول باید با خودمون این چیزو یعنی قرار رو بذاریم که هیچ جا در واقع مدینه فاضله نیست. یعنی اینکه هیچ جای دنیا قرار نیست شما بریم و معجزه بشه اگر خود ما از درونمون چیزی نداشته باشیم، متوجهی؟ و اینکه این خیلی مهمه، یعنی باید بدونیم که ما میریم اونجا فقط موضوعش اینه که ما تو یه جایی بودیم که اگه تلاش میکردیم بدون یک سری کمک ها شاید نمیتونستیم اتفاقی رخ بدیم، اما اینجا اگه تلاش کنیم باز بهتر میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا برای یک نفری که آدم پرتلاشی اما همیشه به در بسته خورده، با فعالیت‌های مختلفی تو ایران مثلا انجام داده نتونسته به جایی برسه، اگه بیاد اینجا و از در واقع پتانسیلی که اینجا وجود داره، حالا علاوه سیستم آکادمیک، علاوه سیستم کاری، حالا بحث صنعتی استفاده کنه و خودشو بتونه خیلی سریع وقف بده با شرایط، میتونه که به این موفقیتی برسه. در مقابل هم اگر بیاد اینجا و بخواد که و قبلا هم هیچ پیشینه خاصی نداشته باشه، بیاد اینجا و بخواد اینجا مثلا یه کار خیلی گنده ای انجام بده، اگر تغییر رویه نده هیچ اتفاقی نمیفته براش. به نظرم خیلی به شخصیت آدمو بستگی داره، یعنی در واقع باید شما بشناسی خودتو که آیا من دارم برای هدفی که مهاجرت میکنم آیا حاضرم اونقدرم براش بها بدم یا نه.
خب خیلی از آدم ها هستن که مهاجرت میکنن و خیلی هدفمندن، خیلی واقعا روشن و شفاف میدونن میخوان چیکار کنن، دنبال چی هستن. آدم های موفقی هستن ولی آدم های خوشحالی نیستن. جمع محفی شو ببینی که فقط با آلمان باشه خیلی سخته. شما مثلا با آلمانیا بخواین قاطی بشین، یعنی اولش از نظر اجتماعی زیاد آدمایی نیستن که بتونی خیلی راحت باشون قاطی بشی، یک کمی زمان میبره. خب این موضوع شه، ولی در کل مثلا مهاجرت برای همه جا یکسانه که دلتنگ خانواده داره، از بهترین لحظه زندگی از خانواده دوری، خیلی چیزا از دست میدی دیگه تو مدت، از تنهاییش و حس این که اون غربت هستش دیگه، همیشه حس خارجی بودن کنارت هستش دیگه، فرهنگ و زبون جدیدیه دیگه، ولی اینا هست. و خب جنبه مثبتش به نظر من خیلی بیشتر از جنبه منفیشه. توجه به تجربه خودم اگه بخوام راجع به نکات منفیش بگم، یکیش میتونه زبان باشه. زبان آلمانی یادگیریش یه کمی از زبان انگلیسی سخت‌تره. خب زبان انگلیسی رو ما از بچگی جسه گریخته راجبش اطلاعات جمع کردیم و خوندیم تو مدرسه، ولی زبان آلمان رو ما باید کاملا از بیسیک شروع بکنیم و یکم خب یادگیری سخت. اگه بخوام بگم چرا نه، اگه آدمی هستی که سختی زیاد رو نمیتونی تحمل کنی به نظرم، یا یعنی که فکر میکنی تو ایران خیلی زندگی خوبی داری، اگه بیای اینجا خب باید کمتر اون لاکچری لایف رو داشته باشی، به نظرم خوب نیست اگه اینجوری هستی. بعدیش تنهایی و غربتشه 100%. یعنی وقتی زمانی هست که واقعا فکر میکنی هیچ کس نیست، یعنی خودتی و کوهی از مشکلاتی که باید به تنهایی حلش کنی. به جز اینا فکر میکنم چیز بد دیگه ای نداره که بخوام بگم چرا مهاجرت نکنیم. یه بدی هم که داره، الان در حال حاضر نمیشه گفت همیشه این بدی توی آلمان بوده، به خاطر مهاجرای زیادی که گرفته یه ذره همه چی سخت و طولانی شده. مثلا خونه پیدا کردن سخت شده، کار پیدا کردن سخت شده، حتی فاخ خفته، کسایی که درس خوندن هم الان کار پیدا کردن براشون خیلی سخت شده دیگه. یه کاری داری مثلا میخوای بری اداره مهاجرت، به خاطر پناهنده های زیاد یا مهاجرای خیلی زیادی که گرفته که خودش هم واقعا مونده که چرا این کارو کرده، یه زمان خیلی زیادی باید تو صف وایسین و منتظر بمونید. آب و هواش میتونه یکم اذیت بکنه، چون کشور ما کشور گرمسیریه یا چهارفصله، ولی اینجا خیلی آب و هواش متغیره. جدا از اون، چیز دیگه که میتونه اذیت بکنه زبانشونه، چون ما اولش هیچ پیش زمینه ای از زبانشون نداریم مثل انگلیسی یا عربی، و یکم یادگیری سخته و اینکه آدم تا یاد بگیره چطوری آلمانی فکر بکنه تا بتونه مشکلاتشو، یعنی مشکل زبانشو راحت‌تر حل بکنه، یک کوچولو طول میکشه. و فکر کنم چیزی که شاید سالها طول بکشه و آخر هم نتونه بازم مثل خودشون حرف بزنه. جدا از همه اینا، مهمتر از همه کیفیت زندگیه که آدم باید براش خیلی تلاش بکنه، ولی چیز نیست که آدم بهش نرسه. اما چرا آلمان نه؟ به نظر من لحاظ فرهنگی زیاد نمیشه به آلمانیا بعد بلند مدت ارتباط برقرار کرد و تو جامعهشون باشون قاطی شد و خوب گرفتش. نمیدونم دلیلش چیه، شاید آلمان مثل استرالیا، مثل کانادا، امریکا کشور مهاجرپذیری نبوده به اون نسبت و تعداد خارجی ها بسیار کمه. شاید حالا تو چند سال اخیر تعداد زیادی خارجی وارد آلمان شدن، اما کلن لازم مهاجرپذیر بودن با حداقل کانادا قابل قیاس نیستش. به نظر من یکم سخته تو جامعهشون زندگی کردن. ترجیح من اینه که تو جامعه زندگی کنم که اون کشور یا اون جامعه مهاجرپذیر باشه. اینه که اگه شما آدمی هستین که دنبال تفریح هستین، شاید آلمان برای شما گزینه مناسبی نباشه، چون مرکز تفریحی کشور آلمان اونقدر زیاد نیست
و یه نکته دیگه این که مردمان آلمان نسبت به ایران و حالا اسری کشورهای دیگه اروپایی کمتر اجتماعی هستن و ارتباط گرفتن باهاشون سخت‌تره. خب مهاجرت بله به نظر من برای اون دسته از آدمایی که بلدن از نقطه امنشون بزنن بیرون، بلدن خطر کنن و بلدن به غیر از اون هدف و نقطه‌ای که قرار بهش برسن چیز دیگه‌ای داشته باشن تو زندگیشون و بخوان و بتونن با چالش‌های شخصیتی و فردی که قراره توی جامعه کاملا غریب با فرهنگ ما بهش برخورد کنن، واقعا بتونن یه جورایی هندلش کنن. چون اینجا آدم علاوه بر چالش‌هایی که همه آدم‌ها باهاش روبرو هستن، با چالش‌های شخصیتی خودش هم روبرو میشه. یعنی در واقع اون ترسا، اون چیزای خودش، اون ضعف‌های خودش هم خیلی بیشتر براش آشکار میشه و باید واقعا بدونه که اینم یه چیزیه که توی مسیر وجود داره و باید با آغوش باز پذیراش باشه. این بحث مهاجرت خیلی دو تا سوالی پرسیدی، چرا به چه کسایی پیشنهاد میشه، به چه کسایی پیشنهاد نمیشه، یا اصلا آره یا نه، خیلی سوال سختیه ولی سعی میکنم خیلی سریع توضیح بدم. مهاجرت آره من به خیلی پیشنهاد میکنم، آره بریم جای دیگه مختلف ببینیم، با کشورهای مختلف آشنا بشیم، فرهنگ‌های مختلف آشنا بشیم. این باعث میشه تفکر آدم عوض بشه نسبت به زندگیش، نسبت به خودش، به اینکه کی هست، کجا این هستی هست، به یه سری جواب به یه سری سوال‌های بنیادی. اینه باعث میشه که قدرت تفکر آدم بالا بره، تو بزنگاه زندگی در واقع تصمیمایی که باید بگیره خیلی تصمیمای در واقع کلیدی تریه و بهتر میتونه نسبت به شرایط مختلف تصمیم بهتری بگیره. خیلی سریع بخوام توضیح بدم و بس مفصلیه، ولی خب من به همه اینو توصیه نمی کنم. به کسایی که وابستگی زیادی دارن توصیه نمی کنم. کسایی که وابستگی دارن ولی حس میکنن که میتونن استقلال داشته باشن، آره، ولی کسایی که وابستگی شدید دارن خیلی براشون سخت میشه. این قضیه تو سنای پایین خیلی زیاده. البته سن معیار خوبی نیست، ولی خب تنها عددی که من میتونم بگم. و از اون ورم تا یه سنی برای آدم استقلال داره، باز دوباره که سنت که بالاتر میره باز این وابستگی بیشتر میشه. یعنی به مراتب کسایی که سن پایین تر هستن خیلی بیشتر تمایل دارن به مملکتشون برگردن، و از اون ورم مثلا میکنه 50 تا 60 سال به بالا باشه بخوای دیگه ول کنی برگردی به مملکت خودت. برای همین این وابستگی حالا ممکنه وابستگی فرهنگ باشه، وابستگی زبان باشه، وابستگی شهر و دیار و دوست و رفیق و دور و بریاتی باشه. برای همین کسایی که وابستگی زیادی دارن و نمیتونن این قضیه رو کنترل بکنن خیلی براشون سخت. من جوابم به مهاجرت بله هستش، به خاطر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی که الان کشور ما داره و به هر حال شرایط کاری و به هر حال شرایط زندگی اجتماعی، خب من 100% با مهاجرت موافقم. ولی خب نظر شخصیم اینه که مهاجرت هر چقدر توی سن پایین تر باشه، به هر حال یکی شدن با جامعه و جا افتادن توی جامعه جدید یکم حالا سریع‌تر انجام میشه و آسان‌تره، و همچنین یادگیری زبان و یا هر مسئله اجتماعی دیگه که آدم باهاش توی سن بالاتر توی اجتماع جدید درگیره، به نظر من توی سن پایین‌تر موضوع رو آدم راحت‌تر میتونه بر خودش حل بکنه. من اگه بخوام نظرم بگم در مورد این موضوع، موقعی که من تصمیم گرفتم برای مهاجرت، خب شرایط کاری خیلی بهتر از الان بود و اون موقع میتونستیم به عنوان یه ریسک توی شرایط سنی من و همسنسالای من این موضوع رو بیان کنیم که اینو ریسک مهاجرت. ولی الان با توجه به این شرایط جوابم مطمئنن آریه به مهاجرت، چون که با این شرایط واقعا موندن توی کشوری مثل کشور من، کشور مبدعی که وجود داشته مثل ایران، نه واقعا سخته، مخصوصا برای کسایی که دانشجوان و کار پاره وقت دارن. من مثال عمدهش رو بخوام بزنم، الان شرایطی که الان ما داریم اینجا و توی این شرایط از نظر کاری با اینکه کار نمی‌کنیم ولی حقوقمون رو میدن و تأمینیم و اون مشکل فکری رو نداریم که چطوری قراره خرج و مخارج زندگیمون رو تأمین کنیم. و با نظر شدم موافقم، سنم خیلی شرط مهمیه برای مهاجرت، ولی اگه بخوام توی پرانتز بگم شرط سنی به رشته تحصیلی که میخوای بخونی هم خیلی بستگی داره. برای رشته تحصیلی مثل مکانیک من خوندم احتیاج بین لیسانس تا فوق لیسانسی که من الان دارم میخونم یه بازه‌ای رو کار کنیم حتما، که جدا از اون
دروسی که یاد گرفتیم به صورت عملی هم این چیزا یاد بگیریم. و الان من دیده بازتری دارم نسبت به رشتم که الان دارم توی آلمان میخونم، ولی کلن جواب من مثبته. من آری میگم به مهاجرت و آدم اینجا احساس میکنه که واقعا یه چیزهای جدیدی و با کیفیت بالاتر داره تجربه میکنه و ذهنش آماده‌تر برای تصمیمی که میخواد بگیره برای آیندهش، چه برای مسیری که کاری میخواد بره جلو، چه مسیری که میخواد ببینه چه جایگاه اجتماعی میخواد پیدا کنه. قسمت مثبت داستان برای شما دلیلامو بگم چرا آلمان گزینه مناسبی برای مهاجرته. به نظر من برای بکنم مخاطبای ما همشون بیشتر یاد دوستانه که تحصیلی بنام، اولا که هزینه تحصیل آلمان بسیار پایینه، شاید هیچ جای دنیا شما نتونید جایی پیدا کنید که هزینه تحصیل مثل آلمان باشه، هر زمان بتونی کار پیدا کنی. اینم واقعا برای یکی مثل من که لازم مالی خب خودش باید هزینه هاشو تامین میکردش نکته مثبتی بود. و دیگری بحث زیبایی های اروپاست، کشورهایی که نزدیک هم هستن بدون ویزا میتونی با یه مقداری برنامه ریزی همشون رو ببینی. و دلیل آخر به نظر من نزدیکی به ایرانه، با 5 یا 6 ساعت پرواز میتونی به ایران دسترسی داشته باشی. البته به نظر من این دلیل مهمی نیست برای کسی که میخواد جایی انتخاب کنه برای تحصیل یا برای ادامه زندگیش. از خوبی آلمان میشه گفت کیفیت دانشگاهش خوبه، سطح علمی دانشگاهش خوبه، ارتباط بین دانشگاه و صنعت خیلی زیاده و آدم و این میتونه شانس کار آدمو بیشتر بکنه. خیلی قانونی هن که این میتونه هم خوب باشه هم بد باشه، بسته به اینکه آدم چطوری بهش نگاه بکنه، اینکه آدم همیشه عدالتو داره بین خارجی ها و خود آلمانیا، اینطور که آدم احساس میکنه که جزوی خودشونه وقتی که مشکل قانونی داشته باشه، جدا از اینکه پارتی همیشه کار خودش انجام میده. آدم های تحصیل کرده خوبیش اینه که توی آلمان یه جایگاه خیلی خاصی دارن و این کار ما رو یکم آسون میکنه به عنوان خارجی اگه به عنوان آدم تحصیل کرده بخوایم اینجا به بعد از درس زندگی بکنیم. اولین نکته ای که واسه دانشجو خیلی مهمه رایگان بودن تحصیل توی اغلب ایالت‌های آلمان. نکته بعدی فرصت‌های شغلی خیلی زیادیه که دانشجوها میتونن بعد از اتمام تحصیلشون نسبتاً راحت وارد بازار کار بشن. نکته بعدی که میشه بهش اشاره کرد شرایط اقامتی نسبتاً آسونیه که آلمان برای دانشجویان فارغ التحصیلش در نظر گرفته. و نکته آخر که از نظر خود من نکته بسیار مهمیه ارزون بودن و راحت بودن سفر به ایران. اگه بخوام کلی بگم، من خودم راجب زندگی تو کشورهای دیگه اطلاع خاصی ندارم و حتی اقدام هم نکردم، ولی من توریستی اومده بودم آلمان، آلمان رو دیدم، خیلی خوشم اومد از نظمش، از قانونش، از این دیسیپلین بودنش، از امنیتی که داره مخصوصا واسه خانوما، و تصمیم گرفتم بیام و که از طریق تحصیلی ویزامو گرفتم و اومدم. و اینکه شما چه پناهنده باشی، چه دانشجو باشی، چه از طریق کار اومده باشی، همه جور از طرف دولت حمایت میشی. یعنی شما همون اولش که وارد کشور میشی، مخصوصا اگه دانشجو باشی، فقط یه هالو ویگتس بلد باشی، اینجا واسط کار هست. یعنی نباید پیش خود این فکر کنی که ای وای من باید سب کنم و حالا زبانم پرفکت بشه و بعد کار کنم. یه نکته خیلی کوچولویی که هست یه ذره منفیه، این که آدماش یه ذره سردن و کنار اومدن باهاشون یه ذره سخته. یعنی که هم این که بخوای خودتو بهشون بفهمونی و یعنی بخوام بگم یه ذره جنسامون با هم فرق میکنه، ولی خب داشتن یه زندگی خوب، موفقیت، پیشرفت به نظر من به همه اینا میارزه. نکات مثبت آلمان همونطوری که گفته شد خیلی زیاده. و خب در کل اگه بخوایم در نظر بگیریم چرا آره آلمان؟ آلمان آره به خاطر اینکه تو هر چقدر تلاش بکنی به هر حال به هدفت میرسی. این خب خیلی جنبه خوبی داره. بیمه درمانیش، دیگه امنیت شغلیش، امنیت اجتماعیش. به آلمان این اجازه، یعنی این شرایط رو برای تو فراهم میکنه که اگه زمانی یک اتفاقی زبونم رو بیفته و مجبور بشی از صفر شروع بکنی و شکست بشی یا هر چیزی،
در واقع کمکت میکنه که بلند بشی، یعنی نمیذاره تو از صفر شروع بکنی، خدمات مالی خوبی بهت میده و این خیلی چیز مهمیه. یه چیزی که من خیلی دوست دارم بین آلمانی ساده زیستیشونه. خیلی آدمای راحت و ساده ای هستن، دغدغه‌ای خاصی بر زندگیشون ندارن. خب اگه بخوام بگم چرا ما به مهاجرت باید بله بگیم، من چند تا فاکتور دارم که البته این فاکتورها فکر میکنم برای هر شخصی ممکنه متفاوت باشه. چیزایی که برای من مهمه، یکیش اینه که به نظرم سیستم بیمه اینجا خیلی 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 خوبه. یعنی به نظرم یکی از فاکتورهای مهمی که حداقل برای خود من مهمه که چرا مهاجرت میکنی و چرا اصلا توی این کشور مهاجرت میکنی، سیستم اروپا به یه صورتیه که واقعا با توجه به پول بیمه‌ای که ماهانه میدی، خدماتی که میگیری خیلی خوبه. این خیلی به نظرم فاکتور مهمیه. دومی فاکتور اینه که به نظرم آرامش اینجا خیلی بالاتر از آرامش ایرانه. یعنی موضوعاتی که تو ایران پیش میاد، حالا هم از اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هرچی، خیلی اینجا اونجور چیزها رو نداره. یعنی این داستانایی که حالا نه فقط موضوعات سیاسی، مثلا اجتماعی، فرهنگی ما که خیلی تو ایران خورد میشیم تو مسائل، اینجا نداره. برطب اعصابت راحت تره. فاکتور بعدی اینه که به نظرم برای من مهمه که تو زندگیم با فرهنگ جدیدی آشنا بشم، و تو اروپا این خوبی رو داره که میتونی با فرهنگ های جدیدی آشنا بشی، چون از همه کشور هستم. من خودم از این چیز لذت میبرم که با آدم های مختلف معاشرت کنم. آلمان خوبه به نظر من به خاطر یکی از خوبی هایی که آلمان داره بیمشه. شما ماهیانه یه بیمه ای رو میدی، اگر که البته بیمه دولتی داشته باشی، ماهیانه بیمه تو میپردازی، حالا هر چقدر هستش بسته به فرد و سن و اینا فرق میکنه، ولی زمانی که برات یه اتفاقی بیفته اینجا، خدای نکرده مثلا بری بیمارستان یا یه اتفاقی برات بیفته خونت آتیش بگیره خدای نکرده، بیمه همه اینا رو تقبل میکنه بدون اینکه بخواد اصلا بگه چرا، چی شد، اصلا تو شما متوجه نمیشی چجوری گذشت. این یکی از خوبیای آلمانه، یکی از خیلی خوبیایی که داره. در رابطه با مهاجرت میخواستم به صورت کلی دو تا نکته خیلی مهم رو بگم. این دو تا نکته نکته ای است که بچه ها به صورت خیلی خاص بهش نمیپردازن، بلکه این دو تا پروسه و این دوتا فکر همیشه توی پیش زمینه ذهنی ما هست و دیگه دقیق بهش نمیپردازیم. نکته اول فاز تحقیقات قبل از مهاجرت. این بحث بیشتر مربوط میشه به دوستانی که هنوز مهاجرت نکردن. دوستان وقتی دارید تحقیقات میکنید راجع به مهاجرت کردن، معمولا دوستان اینجوری شروع میکنن تحقیقات رو، از اطراف میشنون اوکی آلمان مثلا داره الان خیلی خوب دانشجو میگیره، پس این یه راهه، من میتونم به صورت دانشجویی مهاجرت بکنم به آلمان، خیلی خوب، حالا قدم اول چیه؟ ولی این به نظر من خیلی راه اشتباهیه. یعنی شما باید به صورت خیلی سیستماتیک عمل بکنید و این سوالاتی که من الان گفتم رو معمولا آخر این پروسه از خودتون باید، یعنی آخرین و کم اهمیت ترین سوالان، مهمترین سوال در پروسه تحقیقات مهاجرت این استش که آیا برای شخص بنده مناسب هستش که مهاجرت بکنم یا خیر. ببینید مهاجرت یک بحث بسیار شخصیه. اگر کسی به شما گفتش که شما میتونی مهاجرت بکنی ولی اون یکی نمیتونه مهاجرت بکنه، یا شما مهاجرت بکنی موفق میشی اون یکی مهاجرت بکنه موفق نمیشه، بدونید قطعا داره غلط میگه و این حرف اصلا درست نیست، به خاطر اینکه انقدر فاکتورهای زیادی دخیل هستن که این بحث بسیار شخصیه و خود شخص باید به خودش رجوع کنه. حالا که با خودتون سنگاتون رو وا کردین به نتیجه رسیدین که بله برای شخص بنده مهمه، موفقیت برام میاره مهاجرت، حالا میرید سوال این سوال که خیلی خوب، حالا کجای جهان، کدام کشور، اطلاعات جمع میکنید راجع به تمام کشورهایی که مهاجر پذیر هستند و مد نظر شما هست، و در نهایت میرسید به این نکته که حالا سوال میکنید که خیلی خوب چه چالش هایی در رسیدن به این کشور روبروی من هست، کدوم کارا رو باید انجام بدم، قدم اول چیه. پس این بحث تحقیقات هست که معمولا بچه ها به صورت خیلی اینتنسیو بهش نمی پردازن و فقط به این سوال می پردازن که خیلی خوب در پروسه مهاجرت دانشجویی به آلمان من چه کارهایی رو باید انجام بدم، در صورتی که دو تا سوال غیر خیلی مهم قبل از این سوال هست که براتون گفتم. موضوع بعدی که میخوام راجبش صحبت بکنم
بحث واقع بین بودنه که بسیار موضوع مهمیه. ببینید دوستان، ما چه قبل از مهاجرت چه بعد از مهاجرت باید بسیار واقع بین باشیم به مسائل زندگی. این یه ذره کلی تره بس، اما خب تو قالب مهاجرت من توضیحش میدم. ببینید، شما قبل از اینکه مهاجرت بکنید باید حتما این رو مد نظر داشته باشید که یه سری چیزا آماده باشید براش. ببینید، مثال میزنم، شما بشینید فکر بکنید، پیش بینی بکنید که من قرار دوری از خانواده بکشم، قرار از دوستانم دور باشم. درسته میام سر میزنم میرم، ولی دورم، فاصلم زیاده. اینا چیزاییه که از قبل معلومه و واقعیت، درسته تلخه و باید به اینه بپرده. اگر من شخصیتم آدم احساسی هستش که با این قضیه براش مشکل بسیار بزرگیه، پس مهاجرت برای من احتمالاً راه حل خوبی نیستش. خب یا مثال بعدی که بذارم در بحث واقع بین بودن، ببینید دوستان، خیلی تلخه این مثال، ولی خب واقعیته. ما باید آماده کنیم خودمون و اونایی که مهاجرت کردن یا اونایی که میخوان مهاجرت بکنن باید آماده باشن. یه روزی هم شما تلفن رو برمیداری، مرگ عزیزانتون رو بهتون خبر میدن. خیلی تلخه، مثال تلخیه که من دارم میزنم، اما واقعیته دوستان. این واقعیت رو من عموما میبینم، این مدل واقعیت ها رو عموما به کنار هل میدن و توجهی بهش نمی کنن. خب این یه ذره موضوعیه که بعداً مشکل ساز میشه براتون. یا مثال دیگه، مثلا اینی که باید آگاه باشید که من دارم وارد یک فرهنگ بیگانه میشم، دارم وارد یک فضایی میشم که هیچ قرابتی به فضای قبلی من نداره، بسیار متفاوته، از روحیات مردم تا سازوکار کشور همه چی خیلی متفاوته. برای همین باید از قبل آماده همچین چیزی باشن که من قراره با چالش‌های روبرو بشم که اصلا از قبل به هیچ وجه آمادگیشو نداشتم. پس باید آماده باشن، واقع بین باشید دوستان. مدینه فاضله نباید بسازید برای خودتون. اینجا هم کشور یک مثل کشورهای دیگه، مردمش مثل مردمهای دیگه، خطا میکنن، مردم خوب و بد توشونه، دوست توشونه، مهندس و دکتر توشونه. یعنی میدونید باید واقع بینانه نگاه بکنید به این قضایا. و در نهایت چیزی که میخوام بگم اینه که اگر در پروسه مهاجرتتون به این دوتا موضوع دقت کافی رو بکنید، مطمئن باشید که نتیجه‌ای که از تصمیم گیریاتون میگیرید نتیجه درستی خواهد بود و اینکه موفق باشید. و در آخر، تمام این نکاتی که ما گفتیم از دیدگاه شخصی ماست و اینکه فراموش نکنیم که هیچ چیزی توی دنیا صفر و صد نیست. امیدوارم که تصمیم درستی تو زندگیتون بگیرین و هر جا که هستین شاد و خوش باشین. دو دقیقه داره تموم میشه حدیث. من سعی کردم همه رو کل ماجرا تو این بپیچونم یه خود به این شکل. انشاءالله که این ویدیو هم مثل ویدیو قبلی طلایی بشه. بازم ممنون، قربونت، خدا. خیلی ممنونم شیدم، بخواد خداحافظی کنه. مرسی حدیث جون. مرسی، موفق باشین، خداحافظ. مرسی، خداحافظ.